سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید خود ضمن محکوم کردن سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته تا اقدامات جدیتری در قبال رفتار جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم شپوئل عباسی. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش جدید خود نوشته است روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران قربانی تهدید، سانسور و بازداشت‌های خودسرانه از سوی نیروهای امنیتی شده و بدرفتاری و شکنجه از موارد رفتار با آنها بوده است. پیش از انتشار این گزارش نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، درباره نقض آشکار حقوق بشر و آزادی مطبوعات و همچنین اطلاع رسانی در ایران از اعمال خشونت بی سابقه علیه شهروندان و روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به موارد مطرح شده در گزارش جاوید رحمان از جمله سرکوب خشونتبار شهروندان در اعتراضات سراسری آبان 98 توسط نیروها و نهادهای امنیتی، وضعیت همگیری کووید 19 در زندان‌های ایران، سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی، نقض حق آزادی بیان و همچنین تداوم اجرای احکام اعدام از جمله اعدام کودک مجرمان نوشته است. امیررضا تیموری، بابک طهماسبی، محمد مساعد، کوثر کریمی و امان محمد 5 روزنامه‌نگاری هستند که پس از انتشار گزارش جاوید رحمان بازداشت و یا به زندان محکوم شدند. مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا بارها نسبت به رفتار جمهوری اسلامی در نقض حقوق شهروندان و آزادی بیان در این کشور ابراز نگرانی و تاکید کردند که در کنار مردم ایران ایستادند. شپوئل عباسی، صدای آمریکا.